بی‌احتنایی گوگوش به درخواست عاجزانه شهناز تهرانی حسابی جنجالی شد. دوستان عزیز به کانال نیوز تیوی خوش اومدید. لطفاً قبل از هر چیز روی کلمه سابسکرایب کلیک کنید و اون زنگوله کناریش رو لطفاً فشار بدید و لایک و کامنت رو فراموش نکنید. چندی پیش هنرمند محبوب و مشهور کشورمون خانم شهناز تهرانی که ایشون معروف به دلپاکی هستند درخواست عاجزانه ای از خانم گوگوش کردند. هفته پیش بود که خانم شهناز تهرانی در پیج اینستاگرامشون اعلام کردند دختر زنده یاد ویگن عزیز متاسفانه مبتلا به بیماری سرطان حاد شدند. خانم شهناز تهرانی اعلام کردند سرطان ایشون متاسفانه خیلی پیشرفت کرده و ایشون به شدت به حمایت‌های مالی برای درمانشون نیاز دارند. بر همین اساس بانو شهناز تهرانی هم در پیج اینستاگرامشون پستی رو منتشر کردند و نوشتند متاسفانه با خبر شدم که ژاکلین عزیزم دختر زنده یاد ویگن عزیز به بیماری سرطان مبتلا شدند و برای هزینه‌های درمانشون به حمایت نیاز دارند و من بر خودم واجب دونستم که از هنرمندان و دوستان قدیمیم همچون گوگوش و شهره و شهرام سولتی و بسیاری از دوستان و خوانندگان دیگر دعوت بکنم که به نحو ژاکلین عزیزمون یک کنسرت مشترک رو با همصدایی هم اجرا بکنیم و درآمد حاصل از این کنسرت رو برای تامین هزینه های درمان ژاکلین عزیز اهدا کنیم و بعد از این همه سال کینه و کدورت رو کنار بذاریم و با همکاری هم به دختر یکی از عزیزان هنرمندمون یاری برسونیم که متاسفانه نه خانم گوگوش نه شهره عزیز جواب خانم شهناز تهرانی رو ندادن. البته به نظر میرسه که شهره عزیز کمکی به خانم ژاکلین ویگن بکنه و با خانم شهناز تهرانی پشت صحنه همکاری هایی داشته باشه، اما خانم گوگوش به هیچ عنوان پاسخ درخواست خانم شهناز تهرانی رو نداد و باز هم به خودش مغرور شد که من اسطوره‌ام و شما در لول من نیستی. در واقع همون گفته های پولاد کیمیایی و بسیاری از نزدیکان خانم گوگوش و گفته های آقای مارتیک به واقعیت پیوست. بسیاری از نزدیکان خانم گوگوش اعلام می کنند که منافع و مادیات برای گوگوش بسیار مهمه، یعنی برای خانم گوگوش در ابتدا و در آخر فقط پول مهمه و به هیچ عنوان خانم گوگوش حاضر نیستش که از منافع مالیشون برای خیریه، برای کمک به یک همکار، دوست و خانواده هزینه ای رو بپردازه. همینطور برای تنها فرزندش و نوه‌هاش. متاسفانه بسیاری از نزدیکان و همچنین مجریان مشهور در شبکه‌های ماهواره‌ایشون از خانم گوگوش به خاطر همین منفعت طلبیشون گله‌مند بودن و یکی از مجریان مشهور به نام آقای همایون در برنامه تلویزیونی و ماهواره‌ای خودش در مصاحبه‌ای که با همسر سابق خانم گوگوش آقای محمود قربانی داشت اعلام کرد وقتی گوگوش با هما سرشار مصاحبه می‌کرد و در مورد فرزندش انقدر بد و بیراه میگفت واقعا قلب من به عنوان یک پدر به درد اومد و اشک تو چشام جمع شد. آخه من از نزدیک پسر گوگوش رو میشناسم که چقدر عاشقانه مادرش رو دوست داره. گوگوش حتی به نواهاش حتی به یه دونه پسرش رحم نکرد. آقای همایون گفت من در جریانم و میدونم که حتی فرزند خانم گوگوش پول نداشت یه خونه اجاره بکنه و خانم گوگوش حتی به خاطر منافع مادی خودش فرزند و نوه‌هاش رو به خاطر اینکه از آپارتمانی که بهشون به امانت سپرده بود می‌خواست اونا رو بیرون کنه از اون آپارتمان و اون آپارتمان رو بفروشه
و وقتی متوجه شد فرزندش حتی پولی نداره یه خونه اجاره بکنه، هیچ فرصتی به پسرش نداد. برق و آب و گاز آپارتمان رو قطع کرد تا پسرش رو مجبور بکنه که به همراه نوه‌هاش از اون خونه برن و راهی کوچه خیابون بشن. و در نهایت وقتی که اون آپارتمان رو فروخت، یه مبلغ ناچیزی تو حساب نوه‌هاش ریخته بود که برن یه جای خیلی سطح پایین و یه اتاقکی رو اجاره بکنن و زندگیشون رو بگذرونن. و زمانی که خانم گوگوش این پول ناچیز رو تو حساب نوه‌هاش نریخته بود، قبل از اون اونا حتی پول نداشتن، همون اتاق کوچیک و سطح پایین رو تو پایین شهر هم اجاره بکنن و مجبور بودن پیش پدر بزرگشون توی آپارتمان، یعنی پیش آقای محمود قربانی، به همراه پدر و پدر بزرگشون زندگی بکنن. که خب بعدها خدا رو شکر کامبیز قربانی، فرزند خانم گوگوش و آقای محمود قربانی، دیگه مستقل شد و روپای خودش کلن وایستاده بود. ولی چون دیگه یه دوره‌ای بود که درآمد خوبی نداشت و بیزینسی نداشت، تونست از طریق مربیگری در رشته بدنسازی بر جهت پولاشو پس انداز بکنه، یه جای مناسب‌تری رو برای خودش و بچه‌هاش اجاره بکنه و یه زندگی بسیار معمولی رو داشته باشه. حتی کامبیز قربانی گفت خیلی ها فکر میکنن چون من بچه گوگوشم، چون یکی یه دونم، حتما دارم توی یه کاخ زندگی میکنم، ماشینه فوق لاکچری دارم، خدمتکار دارم. نه واقعا من هیچ کدوم اینا رو ندارم. مادرم یک ریالم از من توی این همه سال حمایت مادی نکرده. از اول روپای خودم بودم، الانم روپای خودم هستم. برای بچه‌هام هم پدرم هم مادرم. بچه‌هام هم الان دیگه میتونن برن مستقل زندگی کنن، ولی چون عاشقانه منو دوست دارم و منم همونطور عاشقانه دوستشون دارم، ترجیح بچه‌هام این بوده که بیان با من زندگی بکنن. و خب از این که با هم زندگی میکنیم خیلی هم راضیم. وگرنه مادرم نه از من نه از بچه‌هام هیچ حمایت مادی نکرده. و یه سری افراد شایع پراکنی میکنن و میگن پسر گوگوش زندگی لاکچری داره. نه، به هیچ عنوان. خواننده ها و نزدیکان من و مادرم میدونن که برعکس مادرم، من نه جت شخصی دارم، نه ماشین فوق لاکچری، نه خونه حتی. و هنوز برای روزمرگی های زندگیم دارم دست و پنجه نرم میکنم و به سختی کار و تلاش میکنم. مثل خیلی از مردم یه روز دارم، دو روز ندارم. باور کنید یه روزایی خیلی سخت زندگی میکنم و یه روزایی هم مثل بقیه مردم خدا رو شکر خوب. از زندگیم راضیم و توقعیم از مادرم ندارم. این هم قسمتی از صحبتهای کامبیز قربانی در مصاحبه اخیرش بود. و حالا به نظر شما خانم گوگوشی که حتی به فرزندش کمک نکرده، آیا با شهناز تهرانی هم صدا میشه و میگه که تو در لول منی که من بیام با تو کنسرت اجرا بکنم؟ آیا اصلا تا حالا کار خیری انجام داده که این دومیش بشه که بیاد به ژاکلین ویگن کمک بکنه؟ ما که فکر نمی کنیم. البته که خانم گوگوش برای ما بسیار عزیزه و ما هم یکی از فناش هستیم و عاشق صداش هستیم. ولی خب به هر جهت اسطوره ها باید الگوی اخلاقی مردم هم باشن. نظراتتون رو راجع به خانم گوگوش عزیز در قسمت کامنت ها برامون بنویسید و لطفاً روی کلمه سابسکرایب کلیک کنید و روی آل کلیک کنید و اون زنگوله کناریش رو فشار بدید. لایک کنید ویدیومون رو. لینک این ویدیو و ویدیوهای قبلیمون رو لطفاً برای دوستاتون در فیسبوک و توییتر، در گروه های ایرانیان مقیم استرالیا، آمریکا، انگلیس، کانادا، آلمان، سوئیس، دانمارک، نروژ و بولیوی با شهرهای مختلفشون لطفاً شیر کنید و از قند و شکنهای پولی با سرور استرالیا استفاده کنید. و حتماً در قسمت سرچ یوتیوب نام کانال نیوز تیوی رو سرچ کنید و وارد کانالمون بشید و دوستاتون رو هم به کانالمون دعوت کنید و منتظر ویدیوهای جدید و بعدی ما از کانال نیوز تیوی باشید. شب و روزتون خوش.